سلام و درود به همه شما یاران اشرف نشان و سلام به شما ایرانیان آزاده‌ای که این روزها سر از پا نمی‌شناسید و در هر کجای دنیا که هستید در کار خلق تابلوی پرشکوه 22 ژوئن هستید، دهمین گردهمایی سالانه مقاومت ایران. من هم سلام می‌کنم به شما بینندگان عزیز برنامه به سوی آزادی، با ما همراه باشید با 27 روز باقی مانده به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران. خب مطابق معمول هر روز شما برای شرکت در ویژه برنامه ارتباط مستقیم به سوی آزادی میتونید از طریق شماره تلفن های برنامه، فیسبوک، ایمیل و اسکایپ با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو درباره بحث برنامه مطرح کنید. با ما در برنامه به سوی آزادی همراه باشید. گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس. نمایش انتخابات یا انتخابات نمایشی واژه‌هایی هستند که حتما همتون بارها و بارها طی سه دهه اخیر در خبرهای رسانه‌های مقاومت ایران اون رو شنیدید، چون حرف مردم و مقاومت ایران با این رژیم از 32 سال پیش این بوده و هست که اصلا بحثی به نام انتخابات و رأی‌گیری و از این قبیل چیزها در حاکمیت سلطنت مطلقه فقیه موضوعیت نداره و فقط نمایشیه برای فریب دنیا. اما اونچه که موضوعیت داره و صورت مسئله ایران محسوب میشه غصب حاکمیت مردم ایران توسط یک دیکتاتوری آخوندیه. این نکته مهمیه که شما الان بهش اشاره کردین. این روزا بعد از حذف رفسنجانی از انتخابات، موضوع بحث و صحبت کارشناسان و حتی بالاترین مقام‌های آمریکا و کانادا و فرانسه این هست و همچنین مهمترین رسانه‌های جهان در این مورد مطلب و مقاله می‌نویسن، که البته من در اینجا از ذکر مجدد اونها به دلیل کمبود وقت صرف نظر میکنم، ولی اشاره میکنم به روزنامه نیویورک تایمز که نوشته بود که حذف نامزدها مهر پایانی بر توهم تغییر در ایران از طریق صندوقهای رأی. در برابر این واکنش‌های بین‌المللی که علل عموم این رو پایان سراب تغییر در ایران تحت حاکمیت آخوندها میدونن، خب این سوال مطرح میشه که آیا واقعاً باید به این نقطه میرسیدیم تا نتیجه گیری کنیم که در این رژیم تغییری متصور نیست؟ و اینکه آیا اینکه این روزنامه اشاره به این میکنه که مهر پایانی بر توهم تغییر در ایران از طریق صندوق‌های رأی خورد، آیا یک پدیده جدید یا سابقه داره؟ و آیا نمیشد همین نتیجه رو قبل از اعلام نظر شورای نگهبان و حذف رفسنجانی و مشایم گرفت؟ ما در بحث امروز با شما و میهمانان برنامه این سوالات رو در میون خواهیم گذاشت و در این باره بحث و گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید در برنامه به سوی آزادی. گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس. مکان ویلپارک پاریس. زمان شنبه 22 ژوئن اول تیر ماه 1392. حالا
خب دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. برنامه به سوی آزادی رو ادامه میدیم. الان به من اطلاع میدن که آقای پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک رو همراه خودمون داریم و مهمان این قسمت از برنامه ما هستند. آقای خزائی سلام میکنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش آمدید. آقای خزائی هستید؟ آیا همچنان که در این برنامه گفتیم، موضوع بحث و گفتگوی این برنامه رو در شروع برنامه بله. مطرح کردیم. سلام میکنم خدمت شما آقای خزائی، خیلی ممنونیم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من میخواستم آقای خزائی میخواستم که در شروع، خب میدونید که انتخابات ریاست جمهوری رژیم به خلاصه نقاط مشخصی رسیده، با حذف رفسنجانی و مشایی در واقع وارد مرحله جدیدی شده. میخواستم ارزیابی شما رو از واکنش های بین المللی که بسیار هم گسترده بوده بعد از حذف رفسنجانی بدونم، بپرسم که واکنش هایی که نسبت به حذف رفسنجانی داشتند چی بوده و خلاصه چه نتایجی از این واکنش ها میشه گرفت؟ بله، من متاسفم که میبینم دنیای بین‌المللی این همه به اصطلاح متخصصین ایران و مسائل جهانی اینقدر کوته‌بین و کوتاه‌فکر هستن که نتایجی که ما سالها گرفتیم توی این مقاومت، که این رژیم محاله که از درون خودش، چون چند بار هم اینو آزمایش کرده و سرش به سنگ خورد، از درون خودش یک سیستم لاغل 3% انسانی و با سبب دید حق حاکمیت مردم در بیاره. منتها ما اینو میذاریم که این جامعه بین‌المللی خودش یاد بگیره. اتفاقا بسیار کار آقای رجبی بسیار کار بی نظیری بودیم این چند روز که اعلام کردن که باشه بیای و خامنه بیا رفسنجانی رو رئیس جمهور کن، نمیدونم مجلس خبرنگاران بیاد کلانکار بکنید که قبلا گفتن. یه دی اینو نگرفته بودن که انگاری که ما این حرفا رو که میزنیم، آقای رجبی میزنه، انگاری که اینا بحث اینه که ما خودمون سردرگمیم و میخوایم یه راه حل توی رژیم پیدا کنیم. یه سری از این سایت ها و این آدم هایی که توی خارج هستن، که من اسمش میذارم آدم های آوتیستی که فقط اسکن میکنن، یه سری حوادث کنار هم میشینن و یه نخ نبات غلطی رد میکنن که اصلا با واقعیت مطابق نیست، اینا این سخنان آقای رجبی رو بد تفسیر کردن، کمینطوری که بقیه کارها رو بد تفسیر میکنن. این فرصت داده شد یک بار دیگر، اونم به خاطر اینکه جهان بفهمه که حق با ماست و این رژیم محال ممکنه که در شرایط کنونی، در شرایط انقباض در بیاد. و شما دیدید که علی‌رغم همه داستان هایی که این اروپایی ها و این غربی ها و این به اصطلاح متخصصین که سر موی از واقعیت ایران و دینامیسم تحولات ایران اطلاع ندارن، فقط یه چند تا حوادث کنارن میشینن و یک تجربه هایی رو بر خودشون مثلا اعلام میکنن، ما به اینا فرصت دادیم که یک بار دیگر بدانن که این رژیم محال میکنه در شرایط کنونی بتونه که از بین خودش دوباره تجربه رفسنجانی و تجربه خاتمی و تجربه احمد نژاد رو تکرار کنه. شورای نگهبانشون که میگه که ما اصلا انتخاب میکنیم، ما از امام زمان نمیدونم پیام میگیریم، در همه این سه مورد که شورای نگهبان رئیس جمهور انتخاب کرده، حتی زمان خامنه ایش هم همیشه اعلام کرده که اینا یا فتنه است یا انحرافه یا توطئه است، و همه این رئیس جمهورهای غلاوی دکوری که اصلا ربطی به دموکراسی نداره رو خودش مجبور شده که مزمل کنه، چون از بین همین تضادها و این همه اشتباهی که در رژیم هست یک شکافهایی باز شده که از این شکافها مردم استفاده کردن، دیختن بیرون و تمامیت این رژیم از همه جناهاش زیر سوال رفته. من خیلی خوشحالم واقعا با این، با قاطعیت میگم که این مقاومت چنین با سعی سرد، آقای رجبی با چنین سعی سردی
میاد بهشون میگه بفرمایید، خواهش میکنم این کارو بکنید، برید اینو بذارید، اونو بذارید، خامنه ای تو رفسنجانی مدرن رو بذار. یعنی راحت حولشون میدیم به جلو، که نه به خاطر اینکه مردم ایران نفهمن، چون مردم ایران خیلی خوب میفهمن. این جهان خارجه، این جهان به اصطلاح بین‌المللی، نمیدونم این اتاقهای فکری و این همه متخصصی که مثل قارچ از این اروپا و از آمریکا بیرون زدن و میان در یک چنین تحلیل‌های واقعا مالی خولیایی میکنن از رژیم، و که انگاری که این اگه بیاد خیلی آزا خوب میشه و فلان. رئیس وزیر خارجه میگه به به اگه رفسنجانی دوباره بیاد، انجایی که 8 سال بود جنایات و علیه مردم ایران مرتکب شده، خاتمی که گوبلز رژیم بوده، نمیدونم احمد نژادی که هیملر رژیم بوده، و همه اینها رو مثل آدم بیاد مثل زمان هیتلر بگه نه هیتلر آدم بدیه، ولی نه چیز هیتلر، ولی هیملر خیلی خوبه، اگه گوبلز بیاد خیلی خوبه، اگه نمیدونم فون کیتل بیاد عالیست. این چیزی که ما با آگاهی و بدیجه واقعا آقای رجوی با آگاهی و با واقعا سعی صد اینه میخواد برای درسی بده به این کسایی که هنوز توهم دارن نسبت به انرژی. و من خیلی خوشحالم که هر بار که جلو میرین تمام این تحلیل ها، تمام این قضاوت های این مقاومت درست از آب در میاد و این رژیم چاره ای نداره جز اینکه پشت به دیوار در یک اهرم شری که درست کرده در خاورمیانه بیسته مقابل جهان، همون اهرمی که موسولینی و هیتلر و فرانکو و امپراتور ژاپن درست کردن در مقابل جهان. جهان امروز بقیده من در مقابل همون 4 اهرم شر هست که اینجا همیشه بگیم حزب الله، خامنه ای، مالکی و بشار اسد. این چیزیست که این جهان غرب باید درس بگیره از تاریخ گذشته خودش و از این چیزهایی که مقاومت با واقعا با نهایت انعطاف، با نهایت تواضع میگه که بعضی از این سایت ها و این ایرانی های خارج کشوری اینا رو بد میگیرن، بد تفسیر میکنن. واقعا من متاسفم که چنین آدم هایی داریم که چنین تحلیل های خیلی آبکی، تحلیل های بسیار آوتیست، یعنی این بیماری آوتیست، این بیماری که آدم اسکن میکنه، یکیشون هم اخیرا این کار کرده بود، یه سری حوادثی میشینه، یه نخ نباد ازش رد میکنه و یک تجربه های یک نتیجه های مالی خولیایی میگیره که اصلا ربطی به واقعیت مردم ایران، ربطی به مقاومت ایران، ربطی به جهان امروز نداره. من واقعا با درد میخوام بگم که ای کاش میشود این رژیم از ذهن خودش یواش یواش ول میکرد، میرفت مثل همین الان میانمار. دیدید که برمه الان خودشو مدره کرده، خودشو درست کرده، یا خیلی ها بودن، یا مثل آفریقای جنوبی. ولی جنس این رژیم فقط واقعا این مقاومت و مجاهدین خلق میشستن واقعا رجالی و خانم رجالی. و شما ببینید که تمام تحلیل های کشور علی رغم همه این صحبت هایی که اینا میکنه، همه این تحلیل ها، اتاق های فکری، میلیارد ها دلار دیدید اینا صرف میکنن توی انستیتوهاشون، توی آدم واقعا خندش میگیره وقتی این تحلیل های اینا رو میخونه، خندش میگیره وقتی اینا فکر میکنن که اگر رفسنجان بیاد اوه دیگه الان همه ایران میشه گلستان، در حالی که اصلا نمیدونم این سیستم چیه، نمیدونم این ولایت فقیه بخش اساسی قانون اساسی رژیم رو نمیفهمن. یارو توی وزارت خارجه آمریکا که زبان فارسی هم بلده میگه رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خمینی. واقعا شرم بر این وزارت خارجه آمریکا باد که میاد یه دفعه اعلام میکنه که با زبان فارسی رهبر انقلاب اسلامی، نمیدونم جمهوری اسلامی فلان. یه اینا من خیلی خوشحالم در این حال که سر اینا داره به سنگ میخوره، تمام این مماشاتگران، تمام اینایی که دخیل میبندن به نمیدونم قبلا به رفسنجانی 8 سال به رفسنجانی، قبلا نمیدونم به خاتمی که دیدی چه فتنه هایی بر انگیخته شد و چه قصه هایی بریدن رفتن ریزش کردن به خاطر فکر کردن خامنه ای نمیدونم مصدق نمیدونم مقام فراهانی ایرانه. خب خاتمی، یعنی خب واقعا فکر کنید که چقدر دردآوره که جهان باید هی هر بار اینها رو هی تجربه کنه. هر وقتی هم که ما این مقاومت آقای رجوی میگیم یه سری از این ور هجمه میکنن، تحلیل های آبکی، چیزهای زد،
یه سری از اونور میگن نه خیر اینجوری نیست، این رژیم هنوز قابلیت بفرمایید. قابلیتش کو؟ این رژیم در تمامیتش باید سرنگون بشه، همونجوری که رژیم هیتلر سرنگون شد، همه که موسولینی یعنی رو با پاها آویزان کرد. یعنی آقای خزایی اگر بخوایم خلاصه یک نتیجه ای از صحبت‌های شما بگیریم، حرف اینه که یک بار دیگه خلاصه مواضع و تحلیل‌های مقاومت ایران که مبتنی بر شناخت عمیق از ماهیت این رژیم هست در همین جریان یک بار دیگه اثبات شد و خلاصه پای این تحلیل و پای این مواضع مهر شد. من خواهش می‌کنم آقای خزایی، بله، من میشه خواهش بکنم از شما همچنان با ما همراه باشید، روی خط باشید. من سوالات دیگه ای دارم از شما که مطرح خواهم کرد، اما تماس دیگه ای داریم، ما این تماس رو داشته باشیم، بعد مجددا در خدمت شما خواهیم بود. بله، خب دوستان عزیز، الان به من اطلاع میدن که تماسمون وصل است با آقای کامبیز سلطانی از روزنامه نگاران میهنمون که همین بحث و گفتگویی رو که الان شروع کردیم لحظات پیش، صحبت‌های آقای پرویز خزایی رو شنیدید پیرامون خلاصه واکنش‌هایی که در سطح بین‌المللی برانگیخته بود و خلاصه ارزیابی خودشون رو در این رابطه گفتند. الان از آقای کامبیز سلطانی هم می‌خوایم سوالی در ارتباط با داخل میهنمون بپرسیم. آقای سلطانی سلام میکنم خدمت شما، میخوام بپرسم که ما بعد از حذف رفسنجانی و رد صلاحیتش شامل خلاصه واکنش های مختلف و متفاوتی در داخل و به خصوص در بین باندها و جناهای رژیم هستیم، روزانه در واقع این موضوع مطرح هست بین این باندها، میخوام بپرسم که چرا حذف رفسنجانی چنین واکنش هایی رو به دنبال داشته؟ چون حتما میدونید که در سالهای گذشته، مثلا مشخصا سال 84 یا قبل از اون، رفسنجانی رو در جریان همین برگزاری انتخابات حذف کرده بود همین خامنه ای، اما چنین شدت و حدتی نداشت که الان ما شاهدش هستیم. میخوام در این مورد نظرتون رو بپرسم. من هم سلام دارم خدمت شما آقای رفیعی و میهمان محترم برنامه‌تون خانم سهیلا صادق، و درود میفرستم به روان پاک بنیانگذاران شهید سازمان متحد خلق ایران، محمد آقا حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان که به حق نخستین بزرفشانان صدق و فدا بودن که همونطوری که میدونین در سحرگاه 4 خرداد سال 1350 به همراه دو تن از اعضای مرکزیت سازمان، رسول مشکینفام و محمود عسکری زاده، توسط رژیم شاه به جوهای اعدام سپرده شدند. آقای رفیعی، پیش از ورود به این مسئله نمایش انتخابات، دو تا نکته هست که من عرض کنم خدمت شما برای اینکه تصویر نسبتاً روشن و درستی داشته باشیم از اکنون و آینده تحولات در جامعه ایران. ما در این مورد باید سه تا تابلو رو دقیقاً در نظر بگیریم و بررسی کنیم که من در حد فرصتی که دارم بررسی خواهم کرد. یکی مردم هستند، یکی بحران‌هایی که الان رژیم را سر تا پا در خودش فرو گرفته، به خصوص مرجعیت و رهبری نظام رو، و سومین تابلومون تابلوی مقاومت هست که مشخصا منظورم سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک سازمان پیشرو و انقلابیه. این رو هم میخوام تاکید کنم که در شرایط فعلی شتاب تغییر و تحولات بسیار بیشتر از تحلیل ها و پیش بینی های ناظران سیاسیه، که البته این خودش ریشه در ماهیت بحران ها، یعنی بحران ها ماهیتاً عوض شدن و سردرگمی هایی داره که همکنون تمامیت فاشیسم فرتوت آخوندی رو خودش گرفته، به طوری که اگه رژیم پیش از این از ستون امسال به ستون سال بعد حرکت میکرد تا شاید فرجی باشه، به نظر من در شرایط فعلی تنها قادره که از ستون امروز به ستون فردا بره تا شاید فرجی باشه.
در یک کلام میتونم بگم استراتژی نظام در شرایط فعلی هم در داخل و هم در خارج از کشور سیاست تاس و قماره، چون که این رژیم رو همونطوری که اشاره کردم در تمامیت خودش، یعنی اهم از باندهای غالب و مغلوب اون، به طور فزاینده‌ای در حال فرو رفتن در گرداب بحران‌های سنگینی هستند و مهمترین مسئله اینه که پاسخشون به هر مسئله خودش تبدیل میشه به یک بحران عمیق‌تر و مخربتر از صورت مسئله اصلی. حذف اکبر هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی از گردونه نمایش انتخابات نیست تو همین کادر قابل تحلیل و تبعات اون قابل پیشبینیه. یادم میاد که آقای رفیعی سال 1388 آقای رفسنجانی در اون جریان نمایش انتخابات اون سال در یک دیدار خصوصی که با خانواده آخوند قدوسی داشت، که البته من هم تو اون جلسه حضور داشتم به عنوان خبرنگار، گفت که نظام داره خودش رو پالایش میکنه. شاید در اون زمان نمیدونست یا حدس نمیزد که نفر بعدی خود اونه، چون که شاید فکر میکرده که به طور منطقی همواره و در همه احوال در خط این دستگاه جور و چرخ‌های ولایت فقیهی خمینی و خامنه‌ای حرکت کرده، مگر همین هاشمی رفسنجانی نبود که لعنت هر دو جهان رو به جان دل خرید برای حفظ نظام ولایت فقیه، کودکان ایرانی رو به روی نیم فرستاد، یا بعد از سی خرداد 1360 دستور قطع دست و پای مخالفان نظام و مشخصا مجاهدین خلق رو در روزنامه اطلاعات صادر کرد. با این همه ما رد صلاحیت شد. حتی بعید هم نیست که روزی تو کتاب‌های تاریخ از اون به عنوان حسنک وزیر رژیم ولایت فقیه نام ببرن. البته این آغاز راهه، چرا که گفتم الان دیگه بحران یک فاز کیفی‌تر رو رفته بالا و مرجعیت و رهبریت این نظام و این دستگاه جور و جفا رو نشانه گرفته. بعیدم نیست که تو گام بعدی ایشون رو از ریاست مجلس تشخیص مصلحت نظام یا همچنین از عضویت مجلس خبرگان کنار بگذارن و در نهایت گرفتار سرنوشت آقایان موسوی و کروبی بشه. تبعات حذف رفسنجانی هم البته به نظر من بسیار پیچیده تر از اون چیزیه که ما در مرحله اول میتونیم حدس بزنیم، ولی اون چی که تا کنون مشخص و قطعی شده، مهمترین چیزی که به نظر من هست اختلاف، اونطوری که من از منابع داخلی از همکارانم هم در داخل هم تماس میگیرم، اینا اختلاف در میان فرماندهان سپاه پاسدارانه و شرط شدن این بازوی سرکوب خامنه‌ایه که هرچی بیشتر اونا تو یکی بر اساس همین گزارش هایی که من بعضی منابع در داخل کشور دادم، بعضی از فرماندهان زیر نظر هستن. یکی از سایت ها هم زده بودن، دارن شمخانی هم زیر نظر گرفته شده. شکست شدن هرچی بیشتر طلسم خامنه‌ای یکی دیگه از این تبعاته. نامه های نوشته شده به شخص خامنه‌ای و ادبیاتی که به کار گرفته شده تو این نامه ها به نظر من حاکی از اینه که طلسم خامنه‌ای بیشتر از هر زمان دیگه شکسته شده. اما مهمترین نتیجه خارجی این مسئله هم که بخوام خیلی سریع اشاره بکنم، اجماع هرچه بیشتر مقامات بلندپایه غربی هست، همونطوری که من روزنامه های امریکایی رو دارم رصد میکنم در خصوص ماهیت این رژیم و به طور اخص پرونده اتمی رژیمی، که البته این امر رو میتونیم در تشدید تحریم ها علیه رژیم مشاهده بکنیم که بلافاصله بعد از حذف رفسنجانی اعلام شد، که البته مؤثرند اما همونطور که در توضیح خواهم داد برای سرنگونی این نظام البته کافی نیستن. یه اشاره هم بکنم به این عناصر مورد علاقه آقای خامنه ای که خیلی روشن هست، مردم کوچه بازار برای داخل ایران و خارج کشور مشخص هست که ولایتی و جلیلی هستن، ولی به نظر من باز مسئله این نیست، مسئله بی‌اعتمادیه.
یعنی این بحران که میگم یه حالت کیفی پیدا کرده، یک چیز عینی دارم صحبت میکنم، ذهنی نیست. این مسئله الان خامنه ای مشخص نیست که از کجا معلوم و با چه تضمینی این افراد، یعنی ولایتی و جلیلی همچون همین احمدی نژاد که در ابتدا فرزند محبوب خامنه ای بود، بعد گذشته چند ماه دستش هم بوسید، بعد گذشته چند ماه تبدیل به یه فرزند نامشروع بشه. این هست که میگم مرجعیت نظام رو این دفعه نشانه گرفته بحران و هیچ تضمینی وجود نداره. همونطوری که گفتم رژیم دچار یک عدم قطعیت بی سابقه شده که میشه گفت محاله که از اون جامن سالم به در ببره، البته مگر اینکه خامنه ای با اون دست چلاغش بخواد معجزه ای بکنه. حسن روحانی و عارف هم که نه پتانسیل سازماندهی دارن، اساسا عرصه اونقدر براشون تنگه و خواهد شد که اساسا مجال این کار رو هم نخواهند داشت. اینا رو فقط برای بازارگرمی آوردن. قالیباف و محسن رضایی هم در هر نمایش انتخابات نفر ثابتی هستن که در مورد حداد عادل هم که میدونیم نماینده بازوی نظامی امنیتی خامنه ای هست ولی از همچین پتانسیلی برخوردار نیست. در یک کلام همین صحبت هایی که کردم منظورم همین چیز بود، یعنی بحران در مرجعیت بود. ظاهرا رژیم کماکان به پرتاب موشک به قرارگاه های مجاهدین تو اشرف و لیبرتی، زندان لیبرتی و همچنین حمایت حامیان ورشکسته خودش همچون نوری مالکی و کوبلر دلخوش کرده. اما این تشبثات علیه نسلی که در هر شرایطی با شرف و عزت کوره راه ها رو در نوردیده، دردی رو دوا نخواهد کرد. چون این بار همونطور که اشاره کردم بحران مرد من دو سطح دارم آقای رفیعی. خواهش میکنم بفرمایید. دو سطح سفر این بحران این دفعه مرجعیت و رهبری نظام رو در خود فرو برده. امروز هم در داخل و هم در خارج کشور همه نشانه ها حاکی از محکومیت و انزوا و طرد رژیم از سوی و سوی دیگر سرافرازی، شکوه و عظمت، قدرت و اصالت جایگزین دموکراتیک اون، یعنی مقاومت ایرانه، و همچنین اوجگیری مقاومت مردمی و قیام های همگانی. در یک کلام با تشکیل یگان های آزادی در داخل کشور ما دیگه میشه گفت که تنها یک گام تا نبرد آخرین و سرنگونی توسط بازوی پر اقتدار مردم، یعنی ارتش آزادی بخش ملی ایران، فاصله داریم. همه این مسائل در هر صورت حقانیت راه حل سوم خانم مریم رجوی رو به اثبات میرسونه، به این معنی که مقاومت و مشخصا سازمان مجاهدین در پرتاب رهبری شجاعانه پاکباز و پاکباز اون، یعنی آقای مسعود رجوی، سرافرازتر و توفنده‌تر از همیشه به پیش میرن، روشن‌تر از هر زمان دیگه‌ای در حال رقم زدن چشم‌انداز تابناک ایران فردا هستن. اونطوری که شما اشاره کردین تو روزنامه‌ها، منم اینجا خوندم، توهم انتخابات به مفهوم واقعی اون در داخل کشور خارج کشور یک‌سره از بین رفته. آخونده بهتر از هر کسی دیگه‌ای می‌دونن در صورت برگزاری یک انتخابات آزاد، خلق در زنجیر و البته قهرمان ایران اونا رو از اساس جارو خواهند کرد و به زباله‌دان تاریخ خواهند کشید. شرکت ده ها هزار نفر از مردم آزاده ایران در مراسم سالانه 22 ژوئن ویپن در پاریس، علی‌رغم تمام کارشکنی های حمالان ولایت در خارج از کشور، مبین همین امر که اگه مردم در داخل کشور از تنها یک قطره آزادی برخوردار باشن، در چه ابعادی به حمایت از مقاومت و رئیس جمهور برگزیده اون خانم مریم رجوی که به حق میتونیم از او به عنوان سمبل حاکمیت و همبستگی ملی و مقاومت مردم ایران در برابر استبداد مذهبی حاکم بر ایران نام ببریم، برخواهند ساخت، زنی که سراپای نظام رو به لرزه درآورده. بله ممنونیم آقای سلطانی. البته ما سوالات دیگه هم از شما داریم، خواهش میکنم شما روی خط باشید، ما گفتگومون رو با آقای خزایی ادامه بدیم، بعد برمیگردیم مجددا در خدمت شما و سوال بعدی رو خدمتتون مطرح میکنم. من سلام میکنم به آقای خزایی و آقای سلطانی. ولی آقای خزایی،
اشاره که پای خط هستین، درسته؟ بله بله هستم، بله. با توجه به صحبتهایی که خودتون کردین و بعد هم آقای سلطانی، به نظر شما آیا خامنه‌ای فکر نمی‌کرد که با حذف رفسنجانی تنور انتخاباتش به قول خودش سرد میشه؟ پس چرا این کارو کرد؟ ببینید، خیلی فکر می‌کنن که این خامنه‌ایه که از قبل برنامه ریزی میکرد، که قدرت داشت، که یه تشر میزد به جنها همه خفه خون میگرفتن. این خامنه ای در تمام این مدت داشت روزانه مسائلش رو حل میکرد. چون من قبلنم توی یک مصاحبه با همبستگی گفتم سه موضوع در هم تنیده شده بود این روزها. یکی موضوع داخلی ایران، مردم ایران، تنفری که این مردم از این رژیم دارن و شکستگی مطلق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی اندیجین. یکی مسئله منطقه که الان یک محور شر درست شده توی منطقه، مثل همزمانی که گفتم که هیتلر و موسولینی و فرانکو و امپراتوری ژاپن، اینجا هم خمینی و خامنه ای و بشار اسد و حزب الله و مالکی و بعد از تمام دیگه بقیه جهان در مقابل این رو وایستدن. یکی هم مسائل بین‌المللی و فشار روی مسائل اتمی، نقض حقوق بشر، تروریسم بین‌المللی، رژیم از مالی. همین امروز توی شنیدید که ابو سیاف یک گروه تروریستی اسلامی، اینها توی امروز توی فیلیپین قتل کردن، آدم کشتن. من خودم یک بار توی یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی به طور تصادفی با این ابو سیاف ها که اومده بودن صحبت کنم، ولی نمیدونستم مامور مقاومتم. ولی باور کنید که اینا فکر کردن من ایرانی هم از رژیم هم. شروع کردن گفتن ما تشکر میکنیم که آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای به ما کمک میکنه. یعنی همین گروه تروریستی ابو سیاف فیلیپین. و بعد همین دیروز هم تایلند بود، مالی بود، شاخ آفریقا، نمیدونم الشباب. مسائل بین‌المللی که این رژیم واقعا پدرخوانده تروریسم از هر نوعش، حتی با طالبانش پول میده، حتی با القاعده‌اش کمک میکنه، در حالی که پول میده به دولت افغانستان. این سه مسئله در هم تنیده شده بود. این چیزیست که اینا کم میارن اینا رو بفهمن. و خامنه ای هر روز داشت مسائلش رو حل میکرد، داشت میچید که آیا اون شهر کیسری که الان حزب الله حمله کرده آیا این موافق میشن که بعد این بچینه. من معتقدم هر روز بر اساس صبح که قمیشه این ملعون، هر روز میبینه که چه خبر شده، آیا در اونجا اینجوری شده. در این مجبور شد، یعنی فهمید که در شرایطی که الان در دنیا هست باید اینا رو قیچی کنه، چون یک بار، دو بار، سه بار اینا رو تجربه کرده، از بینش شکاف ایجاد شده، از بینش نمیدونم شقاق و نارضایتی عمومی و تظاهرات ایجاد شده. این نداره اون کپاسیته و اون ظرفیت خمینی را. این چیزی که اینا نمیفهمن، این غربی ها، این نمیدونم این اتاقهای فکری. یکیشون که شما میدونید من اسم اینا رو نمیارم، چون واقعا شر میبرم ما اسم اینا رو بیاریم، این ازداد و این لابی های کراواتی و رژیم. همونی که از سوئد رفتن تو آمریکا خیلی کار میکنه در کنار این لابی ها رژیم. این خودش مثلا پریروز داشت توی تلویزیون الجزایر، خودم شنیدم مستقیم میگفت که آه نه، چون رفسنجانی نیامد پس هر گونه امید دموکراسی دیگه از ایران برباد رفت و دیگه اینقدر آشور بود که اینا فهمیده بود. در حالی که جهانی که فکر میکنه که با آمدن رفسنجانی توی پست ریاست جمهوری که یه چیز دست چهارم زیر ولی فقیه، یا مثلا رئیس قوه مجریه، یا انتخابات مجلس آخوندی که همش از جنس خودشونه، آمدن یک چهره، یک آدم، یک گروه ایران رو به ناگهان تبدیل به یک دموکراسی میکنه، این جهاز اگر احمق نباشه باید از نظر زبانی مشکلی داشته باشه. ولی چجوری ممکنه که آدمی که این رژیم رو مثل مجاهدین، مثل همین حرفایی که آقای رجوی زدن، مثل مقاومت شورای ملی مقاومت بشناسه،
این همه هم خرج و پول و میلیارد میلیارد اتاقای فکری اساسین های تحقیقاتی نمیدونم دکتراها میگیرن نمیدونم رساله ها میسازن چجوری اینا نمیفهمم که در این ساختار در این رژیم در این ولایت فقیه رفسنجانی بیاد نیاد خامنه‌ای بیاد نیاد این بیاد نیاد هیچ اثری در سرنوشت ایران نخواهد کرد جز اینکه اینا سعی میکنن طرفای غربیشون رو گول بزنن چون مردم اینا که گول نخوردن مقاومت اینا که گول نخورده اشرف لیبرتی که گول نخوردن برای اونا محکم مثل ستون مثل یک دیوار واقعا فولادی وایستادن اینان که لپر میزنن اینان که به ناگهان تمام تخمهاش میزنن تو سبد خاتمی بعد میزنن تو سبد رفسنجانی اینا خنده داره مخصوصا این سازها و این ایرانیایی که به عنوان روشنفکر اینا رو خلاصه همینجوری میگن و بعد حرفای آقای رجوی رو تفسیرهای عجیب غریب میکنن یا مثلا مقاومت ایران یه تفسیرهای عجیب غریب میکنن با یک بیماری آوتیست که من اسمش گذاشتم آوتیست واقعا یک بیماری هستنم آوتیست که یه سری فاکتور کنار هم میشینی ولی از توش چیزهای بد در میاری مثل که بگی تمام این درختایی که تو این باغ هست همه شکل همه پس همه شون میوهشون مثلا گلابی میشه یعنی یک حالت واقعا ابتر و عقب مونده تحلیل سیاسی و این واقعا غم انگیزه که جهان غرب مثلا وزارت خارجه ها چقدر من این روزها باور کنید چقدر مصاحبه های عجیب غریب شنیدم از این وزارت خارجه های سوئد نمیدونم نروژ نمیدونم آمریکا این برابر که اینا مثلا چه وضعی دارن که یک دفعه دوباره دخیل رو بستن به رفسنجانی بدونید که ساختار این رژیم بفهمن چیه بدونید که بفهمن این رژیم مثلا بالاش یه هیتلر نشسته اون بالا تازه خوشبختانه هیتلر ضعیف چون هیتلر واقعی که خمینی بود که گور به گور شد کاش آقای خزایی فرصت می بود میگم کاش فرصت می داشتیم از نزدیک پای صحبت شما می نشستیم و وجوه مختلف این تحول و این رویداد در درون رژیم رو چه در ارتباط با مسائل داخلی رژیم و چه در ارتباط با پیامدهاش در خارج از ایران رو و در بین کشورهای مختلف بررسی می کردیم. یا منم خیلی خوشحالم که در فرصت دیگه من حاضرم که بیشتر و بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. محبت داری شما همیشه. ما در صدای در همه وقت هموطنان عزیز تبریک میگم به خاطر این برملا شدن این واقعا این تحلیل درستی که ما کردیم و برملا شدن بازی که همه روش دخیل بسته بودن و من در برنامه آینده سیمای آزادی حتما شرکت میکنم و سلام میدم به همه بیننده ها در داخل کشور ایران. بله حتما انشالله فرصتی باشه در خدمتون باشیم. خیلی ممنون آقای خزایی. با تشکر از شما آقای خزایی. خواهش میکنم. خیلی شما من درود دوباره میفرستم به هموطنانی که داخل ایران من امشب دیدن شنیدن و واقعا بهشون تبریک میگم که همیشه فکر این امید داشته باشن که تمام این بازی های روزی برملا میشه و این رژیم ضد بشری سقوط میکنه و ملت ایران اون آزادی واقعی را به دست میاره و چشم جهانیان و این تحلیلگرهای گلابی ایرانی و خارجی رو خیره میکنه. تشکر. شب بخیر. خیلی ممنونیم از شما آقای خزایی. شب شما بخیر. خب آقای سلطانین هستین آیا پای خط؟ بله خدمت شما هستم. بله آقای سلطانین من میخواستم یک سوال دیگه رو خدمتون مطرح بکنم. فقط یادآوری بکنم که شماری از هموطنان هم با ما همراه هستند پای خط. خواهش میکنم کوتاه به این سوال پاسخ بفرمایید. خب شما در صحبتاتون اشاره کردید به پیامدهای این تحول در درون رژیم یعنی حذف رفسنجانی و نکاتی رو گفتید. به نظر میرسه که خب خامنه ای به قول معروف بی اشراف به این مسائل نبوده. از یک طرف خب حتما حساب میکرده که خلاصه انتخاباتی که به راه انداخته بود و خودش تحت عنوان حماسی سیاسی ازش اسم می برد به چه وضعیتی در خواهد اومد یا در سطح بین المللی چه واکنش هایی رو بر خواهد انگیخت. اما با این حال پای کنار زدن و حذف کردن رفسنجانی از این انتخابات ریاست جمهوریش اومد. می خوام بپرسم که به نظر شما چرا خامنه ای نهایتاً
این مسیر رو انتخاب کرد و این کار رو کرد؟ سوال خیلی با ارزش و مهمی هست، سوالی که اکثرا میکنن. ببینید خیلی ساده هست، اگر خامنه ای حضور یک کاراکتری مثل رفسنجانی رو قبول میکرد، اساسا فلسفه وجودی نظام ولایت فقیه زیر سوال میرفت، یعنی اون ریشه خودش رو داشت میزد. ببینید این استوانه نظام یا به اصطلاح هاشمی رفسنجانی یک هماورد و رقیب جدی هست برای خامنه ای، یعنی این نیست که در حد احمدی نژاد بیاد و یک کارهایی بکنه اینه تا آخرین چیز، ولی خب کاراشو میکنه تا احمدی نژاد، حالا گفته تازه آغاز کاره، ولی خب دارن کنترل میکنن و مدیریت. رفسنجانی کسی نیست یا وزنه یا هماوردی نیست که خامنه ای بتونه ایشون رو کنترل و مدیریت بکنه و اون موقع تنها یک راه داشت، اونم قسمت کنه اون قدرت ولایت فقیه رو و همونطوری که گفتم فلسفه وجودیش اون موقع زیر سوال میرفت. آقای خامنه ای به دو تا عامل مثل همیشه، یعنی این نظام مثل همیشه به دو تا عامل هم چیز هستن، یعنی پشتشون هست و تکیه میکنن، یعنی میگن ما الان حذف میکنیم و طبق معمول به عامل تهدید در خارج و سرکوب در داخل، یعنی با دو تا عامل تهدید و سرکوب این رو کنترل و مدیریت میکنیم. ولی باز هم رفسنجانی اون نفوذی که در بروک قدرت داره و همونطوری که اشاره کردم همین الان هم در سپاه پاسداران، در نیروی انتظامی، در ارتش، چون خودش یک زمانی فرمانده کل قوا بوده، فرمانده جنگ بوده، این یا وزارت اطلاعات، حتی میشه گفت پیشمرگایی داره، یعنی حاضرن که یعنی اگر در اون نبرد نهایی سمت هاشمی رفسنجانی قرار بگیرن نه خامنه ای. یعنی میخوام بگم که این هماوردی نبود که بخواد تضمینی نداشت که بتونه قضیه رو ببره. خب از احمدی نژاد برده بود، ولی در این مسابقه ای بود که هیچ 50-50 بود و خود رفسنجانی هم که علنا یعنی گفته بود که من خودم یعنی آوردم سر کار، یعنی قبل از اینکه حتی رفسنجانی رئیس جمهور بشه اینا رو گفت و وای به حال اون روزی که رفسنجانی در مقام اون ریاست جمهوری هم قرار بگیره. اون موقع دیگه عرض کردم فلسفه نظام ولایت فقیه زیر سوال بود. بله، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای سلطانی در این برنامه شرکت کردید. خیلی من هم از شما متشکرم از توضیحاتتون. باز هم در پایان ادای احترام میکنم به نسل مجاهد خلق که نزدیک به نیم قرنه که با عزمی بی خلل و بی تخفیف برای سعادت و بهروزی مردمشون جنگیدن و به قول شهید کاظم رجوی تاریخ حقوق بشر ملتشون رو با خونهای خودشون نوشتن و همکنون در اشرف و زندان لیبرتی دارن می نویسن. با تشکر از شما، پیروز و موفق باشید. بینندگان گرامی، ما رو در برنامه به سوی آزادی همراهی کنید. آزادی، سایت اختصاصی گرد همایی سانانه مقاومت ایران به 10 زبان مختلف، www.irangathering.com. مروری بر گرد همایی های عظیم سالهای 82 تا 91. درباره ما، اطلاعات محل برگزاری مراسم، ویدیو و عکس، مقالات برگزیده، اطلاعات کنفرانس، مطبوعات و رسانه‌ها، خدمات رسانی بخش مطبوعاتی کمیته برگزار کننده مراسم، صفحه ارتباط برای دعوت به شرکت در گردهمایی ویلپنت 92. مصاحبه با اسپانسرها و حامیان مقاومت. چرا گرد همایی ها در ایام نزدیک به 20 ژوئن 30 خرداد برگزار می شود؟
www.irangathering.com سایت اختصاصی گرد همایی به سوی آزادی در ویلپنت پاریس. خب یه تماسی داریم از لوکسانبورگ. بابک از لوکسانبورگ سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام بر شما خواهر برادر و با سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز. در بحث این انتخابات من با اجازهتون میخوام یه اسمی روی این انتخابات بذارم، اون هم انقباضات، انقباضات و افتضاحات بزرگ. به نظر من دلخوش کردن به این نوع انتخابات در واقع گول زدن خودمون خواهد بود و این رژیم از روز اول، از اولین انتخاباتی که در 12 فروردین 1958 برگزار کرد، در واقع با محدود کردن آریانه از اولین روزهایی که هنوز عطر آزادی در مملکتمون بود، این نشون داد که به کجا خواهد رسید. و این به نظر من این انقباض دیگر نهاییه، درست مثل یه سیاه‌چاله‌ای که هر چیزی رو در درون خودش میکشه و نابود میکنه. ما در مقابل این قضیه خوشبختانه این مراسم 22 ژوئن را داریم. من به این مراسم 22 ژوئن به عنوان یک رفراندوم نگاه میکنم و امیدوارم که با شرکت هرچه گسترده تر، با تمام محدودیت هایی که برای رفت و آمد ها وجود داره، برای هزینه ها وجود داره و با تمام مشکلات مالی که هست، ما این گرد همایی رو باید بسیار قوی برگزار کنیم و به عنوان یک رفراندوم با حداکثر انبساط در مقابل حداکثر انقباض رژیم نشون بدیم که واقعا راه حل نهایی سرنگونیه و راه حل ها رو در انتخابات و در جعبه های شعبده بازی رژیم نباید بگردیم. زمانی که رئیس شورای مصلحت نظام خودش میاد تایید صلاحیت نمیشه، دیگه ببینید که آش به چه شوریه. من امیدوارم تمام مردم ایران با هر سلیقه‌ای، کسانی که واقعا درد میکشند از دست این رژیم و خواهان سرنگونی هستند، بیان و در 22 ژوئن نشون بدن که مردم ایران لایق چیز بیشتری هستند. بله، دست سریزاد وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم و آرزوی سلامتی میکنم. براتون آرزوی موفقیت و پیروزی داریم در فعالیت‌هایی که الان گفتین مشغول انجامش هستین برای برپایی گردهمایی 22 ژوئن. موفق و پیروز باشید. خب فربود از آلمان روی خط وب هست. فربود به شما سلام می‌کنیم، بفرمایید. سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه. بله سلام بر شما فربود. سوال اولم از شما این هست که شما چه مدتیه که با مجاهدین و مقاومت ایران آشنا هستی و چقدر در فعالیت‌هایی که دارن شرکت داشتی؟ به نظر این تلاش‌ها و این فعالیت‌ها چه دستاوردهایی داره؟ بله، من والا از وقتی که به یاد میارم همیشه با این مقاومت بودیم و هستم. ما از بچگی تو تظاهرات‌ها شرکت می‌کردیم. چیزی که خیلی خوب یادمه در لیون بودش، بازی تیم ملی ایران به آمریکا، ما اونجا بودیم. بعدش 2003 در اوورسورواس بودیم و از اون موقع تا الان هر سال در ویلپن یا جای دیگه شرکت کردیم و من اینو وظیفه خودم میدونم که از وقت خودم بذارم و اندکی برای این مقاومت پس بدیم، کارهایی که برای ما انجام میده، برای مردم ایران، مثل خواهرای گلم سبا، نسترن، برادرای عزیزم حنیف، سیاوش که از جون خودشون گذاشتن برای ما، برای مردم ایران. و این کار بسیار ناقابلی هستش که ما وقت خودمون رو بگذاریم بیایم در این برنامه شرکت کنیم. فرباد، گفتی تو به عنوان یک جوان ایرانی از تأثیراتی که
این مقاومت روی خودتو گذاشته صحبت کردی. میخوام یک سوال ازت بکنم. خب این مقاومت وجوه مختلفی داره، ابعاد بسیار گسترده ای هم داره، چه در داخل چه در خارج کشور، به خصوص خودتو حتما شاهدش هستی. میشه توضیح بدی که چه وجهی از این مقاومت بیشتر رو تو تأثیر گذاشته که الان اشاره کردی به فعالیت هایی که خلاصه وظیفه و مسئولیت خودت میدونی که به اونها دست بزنی؟ چه بله. چیزی از این مقاومت بیشتر رو تو مؤثر بوده؟ بله، بزرگترینش خب 100% برادرها و خواهرها در اشرف هستن که جون از جون خودشون از همه کامل زندگیشون گذاشتن و خیلی از اونها تو اروپا زندگی میکردن مثل ماها، ولی از این وقتشون، از جونشون، از همه چیزشون گذاشتن که برن به سوی مقاومت، به سوی پیروزی. و یه چیز دیگه هم که هستش، مسلماً شورای ملی مقاومت که از چند سال پیش یک کلمه خیلی قشنگی بودش که من خونده بودم چند روز پیش، میخواستم بگم لازمه حاکمیت مردم همچنان که شورا در سال 1360 گفته است، انحلال کلیه نهادهای ارتجایی است و در رأس همه آنها ولایت فقیه، سپاه پاسداران، بسیج ضد مردمی و اطلاعات بدنام مردم، بدنام آخوندی است که بر ضد مردم سرکوب و چکنجه رو به ایران رو بردن. این یه کلمه بود که چند روز پیش من شنیده بودم و اصلا تو ذهنم موند. برای همین هم شورا، هم بچه ها در اشرف، اصلا کل زندگی ما هستن. اینو بدونن که ما تا اونجایی که میدونیم، البته خیلی ناقابل، کسایی که در اروپا یا در خارج زندگی میکنن میدونن که باید اینجا سر کار رفت، باید دانشگاه بریم، باید، ولی تا اون جایی که میتونیم خیلی اندک و ناقابل، ما وقتمونو میذاریم برای اینکه کار شما رو پیش ببرید. درود بر تو فرباد عزیز، خیلی ممنونیم از شرکت در این برنامه. انشالله که هرچه بیشتر موفق و پیروز باشی در فعالیتات و در همراهیت با مقاومت سرفراز میهنمون. متشکرم. بینندگان عزیز، با ما همراه باشید با برنامه به سوی آزادی.
همه دنیا بشنوه این حرف دل هر پیر و جوون هم صدا و بی شکستی ما همه اشرفی هستیم هم صدا و بی شکستی ما همه اشرفی هستیم هیچ سختی که ما نمیمونیم آره ما اشرفی هستیم میتونیم جواره بیرونش کنیم بیبا از قصه ها بیرونش کنیم از و بیروزی از آه ما میشه افت زنجیرهای بسته با میشه هرکی با ما در بیافت آخرش توی این معرکه روسیا میشه هم صدا و بی شکستی ما همه اشرفی هستیم هم صدا و بی شکستی ما همه اشرفی هستیم هم صدا و بی شکستی ما همه اشرفی هستیم. خب دوستان عزیز به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. در این برنامه خب بحثی داشتیم با آقای خزائی و همچنین آقای کامبیز سلطانی از روزنامه‌نگاران میهنمون پیرامون نمایش انتخابات رژیم آخوندی حذف رفسنجانی پیامدهای اون برای رژیم و خلاصه تأثیراتی که این رویداد چه در درون رژیم و چه در سطح بین المللی با خودش داشته که همین روزها هم شاهد واکنش های مختلفی هستیم در داخل در بین باندهای رژیم و از اون طرف در رسانه ها و محافل و در بین شخصیت های سیاسی و حتی مقامات دولتی که اظهار نظرهای مختلفی می کنند پیرامون این رویداد در رژیم آخوندی. ما در برنامه های آینده برنامه های بعدی به سوی آزادی بحث و گفتگومون رو پیرامون وجوه مختلف این مسئله در این برنامه که ویژه آماده سازی های گرد همایی بزرگ ایرانیان در 22 ژوئن هست ادامه خواهیم داد و تأثیرات اون رو بر همین کاری که الان تک تک شماها دست اندر کار هستید و پیامش رو برای شما از زبان خود شماها خواهیم شنید. خب به پایان برنامه کارزار آزادی رسیدیم، اما قبل از خداحافظی مطلب کوتاه اما گویایی رو یکی از هموطنانمون برامون ارسال کرده که خواهش میکنم شما به اطلاع بینندگان برسونید. بله، این هموطن درباره اشرفی ها و اشرفشان هایی که در حال آماده سازی گرد همایی ویلپند هستند نوشته که روندگان راه انقلاب و کارزارهای آزادی میگویند اگر راهی نباشد ما خود راه را ایجاد میکنیم، اگر فردایی نباشد ما خود خورشیدی را از قلب های خود میسازیم. این عزم آنهاست و باید هم همین باشد. خب هموطنمون بعد هم ادامه داده، اما حقیقت این است که هم راه هست و هم رهرو، هم امید هست و هم فردا، هم خورشید حقیقت هست، تنها باید به آن دل سپرد. پس بر آن ایمان که خیلی هم قوی است باید خورشیدی از باور را هم اضافه کرد تا فرداهایی روشن از آزادی برای مردم ایران بسازند و البته که آنها پیشتازانند و خورشید را خود مردم ایران با پیشتازی آنها خواهند آورد. خب تشکر میکنیم از این نامه زیبا و با یقین به فرارسیدن خورشید آزادی مردم ایران به همت تلاش‌های فرزندان دلیر میهنمون همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی شما و چشم انتظار ادامه پشتیبانی و کمک‌های روزافزون تک تک شما عزیزان به برنامه به سوی آزادی هستیم. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.